خب خروجی گرفتن از طریق فایل به چه صورت انجام میشه؟ شما سیکونسی که میخواید خروجی بگیرید رو انتخاب میکنید. این مسئله خیلی مهمه که اون سیکونس رو حتما انتخاب بکنید. میایید به گزینه فایل، اکسپورت و اول میرید سراغ کویک تایم مووی. شما اینجا چند تا گزینه دارید. یکی سیتینگ، اینکلود، مارکرز و میک مووی سلف کانتنت. این سه تا گزینه فوق العاده مهم هستن، مخصوصا سیتینگ، اینکلود و میک مووی سلف کانتنت. البته ببخشید، میک مووی سلف کانتنت. یه نکته رو من قبل از اینکه بخوام خروجی گرفتن از طریق فایل رو خدمتتون بگم عرض بکنم. اگر شما تو شرایط عادی اکسپورت بگیرین و خروجی بگیرین، از ابتدای سیکونس تا انتهای سیکونس رو براتون خروجی میگیره. اما اگر بخواید یک تیکش رو فقط خروجی بگیرید، توی نقطه‌ای که میخواید این پوینت رو روی تایم لاین بزنید و روی این نقطه انتهایی که میخواین آوت پوینت رو، در واقع آی و او. الان من اگر خروجی بگیرم فقط همین قسمت وسط تحت فرمان اکسپورت خروجی گرفته میشه و دیگه بعد و قبل از اون محاسبه نمیشن. من میرم قسمت فایل، اکسپورت و کویک تایم مووی. اولین عنوانی که شما اینجا میبینید سیتینگ، کارن سیتینگ. در واقع شما الان به نرم افزار میگید که دقیقا با همون تنظیماتی که من توی سیکونس سیتینگ داشتم خروجی بگیر. به طور مثال اینجا اگر 720x576 که استاندارد پال هست بوده و شما خروجی گرفتید، ببخشید معذرت میخوام، شما کار کردید، با همون تنظیمات خروجی بگیره، یعنی این رو تبدیل به چیز دیگه ای نکنه. خب پس اگر شما خواستید تغییری توی سیکونستون ایجاد نکنید و تغییری توی خروجیتون نداشته باشید با سیکونستون، اینجا current setting رو انتخاب میکنید. اگر تنظیم دیگه خواستید، تنظیمات اصلی و تنظیماتی که خیلی عمومیت بیشتری دارن اینجا هستن، مثلا HD های کوالیتی 1920x1080 25 فریم و حالا یک سری تنظیمات دیگه، DV PAL HDV و حالا خیلی تنظیمات. اما گزینه آخر کاستوم هست، یا در واقع دلخواه. شاید شما هیچ کدوم از این گزینه ها رو نخواید و بخواید یه خروجی بگیرید که فقط خودتون از اون تنظیمات میخواید استفاده بکنید و در واقع توی نرم افزار نیست. توی قسمت ویدیو پروسسینگ یه تنظیم مهم شما دارید که در واقع وایت و سوپر وایت هست. همونطور که شما میدونید تلویزیون خیلی از رنگ ها رو نمیتونه پخش بکنه، خیلی از سیاهی ها و سفیدی ها رو هم نمیتونه پخش بکنه، یعنی رنگ های خیلی سیاه یا در واقع تیرگی های خیلی زیاد و سفیدی های خیلی زیاد رو هم نمیتونه خروجی بگیره. شما اگر ماکسیمم وایت از سوپر وایت رو بزنید، به نرم افزار میگید که سفیدی های من رو محدود نکن به پخش تلویزیونی، یه مقدار بیشتر از اون سفیدترها رو هم خروجی بگیر و اونها رو مشکلی ندارن اگر توی خروجی من باشن. توی این قسمت شما اندازه قابتون رو تعیین میکنید، 320x240، ساختار پیکسلتون، در واقع حالا نحوه قرارگیری پیکسل ها در کنار هم، در واقع نسبت طول و عرض پیکسل ها به هم که مثلا توی پال یه مقدار فرق میکنه توی NTSC و HD، اسکوئر هم که به شکل مربعیه، فیلد اگر بخواید داشته باشه یا نداشته باشه و اینی که تایم کد شما چی باشه، مثلا 25 فریم که استاندارد پال هست، سی استاندارد NTSC یا در واقع همون 2997 و حالا الی آخر. اما یکی از مهمترین تنظیمات شما توی قسمت کاستوم انتخاب کامپرسور درسته. کامپرسور در واقع همون فشرده ساز شماست. یه قانونی وجود داره که اگر شما از کامپرسوری استفاده بکنید که کیفیت بالاتری داشته باشه، حجمتون هم طبیعتاً بالاتر خواهد رفت، و اگر کامپرسور شما کیفیت پایین تری داشته باشه، حجمتون خیلی خیلی کمتر خواهد شد. توی این کامپرسورها که لیست خیلی طویلی دارن، من چند تاش رو براتون میگم
ولی راستش بخوای تمامش رو نمیتونم به جزئیات رو جوشون بحث بکنم، چون فوق العاده بحث کامپرسور بحث گسترده ای. اما از بالا اگر بخوایم شروع بکنیم، در ضمن این کوالیتی هم میزان کیفیت تصویر شماست. طبیعتا هرچی پایین تر بیارید حجم پایین تری خواهد داشت فایل، و هرچه بالاتر ببرید حجم بالاتری خواهد داشت و کیفیت بالاتر طبیعتا. گزینه آدیو ستینگ هم که در مورد صدای شماست که مثلا 48 کیلوهرتز باشه، 44 کیلوهرتز باشه، استریو باشه، 16 بیت باشه و حالا الی آخر. اما از بالا شروع میکنیم از کامپرسورها. انیمیشن کامپرسور فوق العاده با کیفیتی هست، حجم فوق العاده بالایی داره، تقریبا تمام رنگ ها رو میتونه توی خودش حفظ بکنه و علت خب حجم بالاش هم طبیعتا کیفیتش هست. دیوی پال برای خروجی دیوی بسیار مناسبه، یا دیوی NTSC اگر بخواید NTSC کار بکنید. سینه پک حجم بسیار کمی داره ولی خب کیفیت بسیار پایینی هم داره، و توی این گروه ما اگر بخوایم اینجا نگاه بکنیم، شما اگر با دوربین پاناسونیک کار کرده باشید، کامپرسورهای DVC کامپرسورهایی که گروه DVC هستن و با DVC شروع میشن، میتونند حد اکثر کیفیتی که دوربین براتون کپچر کرده و دوربین براتون گرفته رو بهتون بدن موقع خروجی. آن کامپرست بدون کامپرسور هست، همونطور که شما میبینید حجم وحشتناک بالایی داره، و البته وحشتناک که راستش بخواین الان با توجه به اینکه هارت ها خیلی 1 ترابایت و 2 ترابایت هستن شاید خیلی عجیب نباشه، ولی به هر صورت حجمش خیلی بالاتر از به طور مثال دیوی پاله. اپل اینترمیدیت کودک، اگر دستگاهی که شما قراره این توش پخش بشه اپل باشه، میتونه از این کودک استفاده بکنه و کیفیت بسیار خوبی داره و حجم خیلی پایین. برای دوربین های HDV فوق العاده خوبه و خیلی مناسبه. اما اگر دستگاهی که میخواید خروجی بگیرید و براش ببرید اپل نیست و شاید توی PC قرار پخش بشه، از این کودک استفاده نکنید. MPEG-4 همونطور که باهاش آشنا هستید کیفیت پایین و حجم پایینی داره. فوتو JPEG مثل فرمت عکس JPEG هست، حجم پایین و کیفیت پایین. TGA و TIFF در واقع حجم های بالا و کیفیت های فوق العاده بالایی دارن. توی این گروه شاید بهترین کیفیت رو TIFF، TGA، انیمیشن و آن کامپرس داشته باشه، حالا 10 بیت یا 8 بیت هر کدوم که در واقع شما باش کار کردیم. سورنسون برای وب بسیار مناسبه و حجم فوق العاده پایینی داره، کیفیت رو هم به نسبت خیلی خوب حفظ میکنه. و یک کودکی که فقط مخصوص اپل هست به اسم اپل ProRes 422 های کوالیتی یا 422. های کوالیتی بیشتر برای کارهای سینمایی استفاده میشه و 422 معمولی برای کارهای تلویزیونی. همونطور که توی قسمت اینترمیدیت کودک اپل بهتون گفتم، اگر قرار دستگاهی که این تصویر توش پخش بشه اپل نیست و اگر PC باشه، طبیعتاً از این کودک نمیتونید شما استفاده بکنید. ولی اگر دستگاه مقصد شما اپل هست، کیفیت این کامپرسور و حجم پایین اون واقعاً بی نظیره و مطمئنم که شما خیلی راضی خواهید بود از استفاده کردن ازش. یک کودک فوق العاده عالی دیگه هم اپل داره به نام H264. اگر شما به تازگی یک DVD پلیر خریده باشید که HD یا بلوری رو پخش بکنه، این H264 رو دیدید. H264 کیفیت فوق العاده عالی داره و حجم بسیار پایین. من به جرئت میتونم خدمتتون بگم که بین امپک 4، حالا مثلا سینپک و کمپرسورهای دیگه که کیفیت پایینی دارن و عموما برای وب استفاده میشن، یا سورنسون هم کمپرسور فوق العاده خوبیه، توی این گروه من میتونم به جرئت خدمتتون بگم که H264 بهترین کیفیت رو داره و کمترین حجم رو. شاید یکی از علتاش هم این باشه که خیلی جدیده نسبت به کودک های دیگه، خیلی جدید تره H264.
اگر کامپیوتر مقصد شما کویک تایم داشته باشه، این بار دقت کنید که نگفتم اپل، بلکه نرم افزار کویک تایم. شما دیدید توی پی سی هم نرم افزار کویک تایم پلیر وجود داره. اگر نرم افزار کویک تایم ورژن 7 به بالا داشته باشه، 7 7 1 7 4 حالا هر ورژنی، میتونه این تصویر رو پخش بکنه و همونطور که گفتم برای رایت کردن روی DVD، برای البته DVD منظورم DVD های بلوری و DVD هایی هست که از کودک H264 حمایت میکنن، برای DVD معمولی شما باید MPEG-2 رایت بکنید. برای اینکه شما تصویرتون رو بخواید روی وب بذارید فوق‌العاده عالیه. الان تمام تریلر هایی که شما توی دنیا میبینید، البته نمیتونم بگم تمامشون ولی خیلی هاشون، اونهایی که کویک تایم هستن عموماً H264 هن. شما از این کمپرسور میتونید استفاده بکنید و خروجی بگیرید و کیفیت خیلی بالا و حجم خیلی پایینی داشته باشید. تنها اشکالی که کمپرسور H264 داره، شاید برای شما سوال پیش اومده باشه که خب حالا که این کمپرسور هم حجمش کمه هم کیفیتش بالاست، اصلا چرا من از انیمیشن استفاده کنم؟ چرا از آن کامپرست استفاده کنم؟ چرا از پرورز استفاده کنم؟ علتش اینه که H264 یک سری اطلاعاتی رو که برای تدوین نیاز هست رو از فایل بر میداره. در واقع از یک سری از فریم های شما یک فریم مجازی میسازه. برای دیدن این کار هیچ تفاوتی با کمپرسور انیمیشن نداره، اگر شما فقط بخواید ببینید. اما اگر بخواید روش کاری انجام بدید، به طور مثال ببریدش توی برنامه افتر افکت کاری روش بکنید، یا بخواید ببرید توی برنامه های دیگه، در هر صورت هر تروکاج تصویری که بخواید روش انجام بدید، H264 اصلا کمپرسور مناسبی نیست، به دلیل اینکه همونطور که گفتم یه مقداری از اطلاعات توش حذف میشه و شاید یکی از دلایلی که میتونه حجم رو انقدر پایین بیاره همون حذف کردن اطلاعاته. ادوانس رو هم شما اگر بزنید میتونید به اطلاعات بیشتری در مورد H264 دسترسی داشته باشید. به طور مثال کیفیتش رو از اینجا خیلی دقیق‌تر تعیین بکنید. بگید که مثلا هر ثانیه‌اش حداکثر 50 کیلوبایت باشه. این برای کسانی که میخوان فایل رو توی وب بذارن خیلی خیلی مناسبه. فریم ریتش مثلا 10 باشه، 15 باشه، حالا یا هر فریم ریت دیگه که شما مناسب می‌بینین و شما اوکی می‌کنید. اگر شما میخواید کارتون رو جای بفرستید تهیه کننده ببینه، اگر میخواید بفرستید مشتری تبلیغاتیتون این کار رو اوکی بکنه، به هر نحوی اگر قراره این فایل فقط پلی بشه و فقط نمایش داده بشه، من میتونم با جرأت بهتون بگم که با خیال راحت از کمپرسور H264 استفاده بکنید. ولی اگر قراره این فایل جای دیگه ای ازش استفاده بشه و کار دیگه روش انجام بشه، مخصوصا تورکاش های جلوه های ویژه‌ای و تصویری، از کامپرسور انیمیشن تیف TGA یا آن کامپرس استفاده بکنید. خب این بخش توضیح فوق‌العاده کوچیکی بود در مورد بحث کامپرسور، ولی امیدوارم این توضیح کوتاه بتونه توی آینده کاریتون مؤثر باشه و بتونید کامپرسور مد نظر خودتون رو از این لیست بلند بالا که شاید خیلی عجیب و غریب باشه به درستی انتخاب بکنید و ازش استفاده بکنید. خب بحث این درسمون هنوز تموم نشده. دو تا قسمت کوتاه دیگه داریم ما توی این بخش. یکی قسمت include هست. شما اگر فقط تصویر رو بخواید خروجی بگیرید روی ویدیو اونلی میذارید، فقط صدا رو بخواید خروجی بگیرید آدیو اونلی، و با هم آدیو اند ویدیو. یک عنوان خیلی خیلی مهم شما اینجا دارید که make movie self contained. فرض کنیم که شما میخواید این فیلم رو رایت بکنید روی DVD، یا در واقع این مووی رو، این فایل مووی رو، و ببرید جایی حالا کاری بکنید، پخش کنید، هر چیزی. حتما بعد این گزینه make movie self containedتون تیک خورده باشه. این گزینه به نرم افزار میگه که یک فیلم مستقل از تایملاین من بساز. اگر شما این گزینه رو بردارید، حجم فایل خروجی فوق‌العاده کم میشه، اما به تمام فایل هایی که توی هارد شماست و تمام فایل هایی که شما اینجا باشون کار کردین نیاز خواهد داشت.
یعنی اگر من یک دونه از این فایل ها رو از توی هاردم پاک بکنم، دیگه این عنوانه، این فیلمی که از اینجا خروجی میگیرم بدون این تیک کار نخواهد کرد و موقع باز شدن به من یه ایرور میده. اگر جا توی هاردتون داره میخواید خیالتون راحت باشه، 80-90 درصد موارد این تیک رو روشن بکنید تا براتون یک فیلم مستقل و کامل بسازه روی هارد. اگر مطمئن هستید که میخواید همون لحظه اون فایل رو تبدیل به چیزی بکنید، از روش حالا یه دیویدی خروجی بگیرید یا هر چیز دیگه، و نمیخواید این فایل رو جای دیگه توی کامپیوتر کسی دیگه ببرید، میتونید این عنوان رو بردارید. حجم فایلی که ساخته میشه فوق العاده پایینه، زمانی که برای اکسپورت صرف میشه فوق العاده کم هست، ولی خب همونطور که خدمتتون گفتم حتما باید توی این کامپیوتر این اتفاق بیفته. خب امیدوارم قسمت خروجی ما از طریق فایل به اندازه کافی مطلب داشته و امیدوارم چیزی رو از قلم ننداخته باشم.